جامعه آلمان به شکل نامحسوسی در حال تبعیض میان نژادها و حتی ادیان مختلف است تا جایی که در برخی از موارد به طور محرمانه روی انسانها برچسب گذاری شده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد سال هاست که یک بنگاه املاک و مستقلات در غرب آلمان با استفاده از کتهای نژادپرستانه پرستانه به طور سیستماتیک علیه مهاجران و مسلمانان تبعیض قائل شده است. روزنامه محلی سوئد و چزیتونگ در گزارشی اعلام کرد که بره با جی ام بی دومین شرکت املاک و مستقلات در شهر برمن از کتهایی برای برچسب گذاری متقاضیان با توجه به سیستم طبق بندی محرمانه خود استفاده کرده است. برای مثال کد ای چهل طبق اسناد داخلی شرکت افراد رنگین پوست را نشان میداد. در حالی که از کد کیتی برای برچسب زدن به زنان مسلمان محجب استفاده می شد. بر اساس این گزارش کد دی ای به شهروندان آلمان اشاره می کند و منظور از آن افرادی هستند که به خوبی در جامعه غربی ادغام شدند. منابعی از این شرکت که مالک نزدیک به ده هزار اقامتگاه هستند به رسانه ها گفتند که این سیستم تبعیض‌آمیز حداقل برای سه سال در کار بوده است. به گفته کارمندانی که نخواستند نامشان فاش شود بیشتر متقاضیانی که از نظر قومی یا مهاجرتی برچسب گذاری شدند قادر به اجاره خانه یا آپارتمان از شرکت نبودند نجات پرستی علیه مسلمانان و مهاجران یک مسئله شناخته شده در آلمان است و تا کنون حرکت بسیاری در اعتراض به این مسئله انجام شده مخصوصا که با اقدامات تروریستی سنی های تند رو که اکثرا در کشورهای خاور میانه رخ داد سیل آوارگان و جنگ زدگان به سمت اروپا روان شد در این حال گفتمان اسلام حراسانه دولت مردان اکثرا غربی این مجال را به نجات پرستان و افراتی ها داد تا حملات تروریستی سنی های تند رو در اروپا را متوجه مسلمانان صلح جودانسته و آنها را نشانه دار سازند.